دیدار ناگهانی محقق با مارشال عبدالرشید دوستان. به نام خدا و با عرض سلام با مجموعه خبری چینل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل ما را سابسکرایب نمایید. بشیر احمد قاسمی مینویسد: محقق امروز به دیدار مارشال عبدالرشید دوستم به شبرغان رفته است. آقای دوستم برایش گفته که این پیامش را به رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی برساند. تا زمانی که میان رهبران اعتماد سازی نشود و بر طالبان فشار بیشتر نشود، صلح به ثمر نمیرسد. این در حالی است که محب اگر طالبان به صلح حاضر نشوند، ما به دفاع از افغانستان آماده هستیم. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که طالبان میز گفتگوهای صلح را ترک کرده اند و همین اکنون دلیل نیروهای دفاعی و امنیتی حاضر به جنگ آنها و دفاع از مردم افغانستان هستند. با گزارش اسپوتنیک، حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان که روز شنبه 18 دلوه در یک نشست خبری سخن میزد گفت طالبان قدرت میخواهند و برای به دست آوردن آن حاضر هستند افغانستان را ویران کنند. اگر طالبان صلح نکنند، ما باید از مردم دفاع کنیم. رئیس جمهور غنی به صلح متحد است، اما طالبان مانع اصلی در برابر روند صلح هستند. او ابراز امیدواری کرده که در افغانستان صلح سراسری برقرار شود، اما گفت هر کس که به فکر سقوط دادن نظام باشد به هیچ صورتی به خواستش نخواهد رسید. به آنها اجازه نمی دهیم که نظام را از بین برده و اهداف شوم بادارانشان را در اینجا پیاده کنند. محب گفت سفرهای اخیر طالبان به کشورهای منطقه نشان داد که هیچ کشوری از برپای نظام اماراتی افغانستان حمایت نمی کنند. از سوی هم مسعود اندرابی وزیر داخله در این نشست خبری گفت که طالبان توانایی سقوط دادن شهرها و مراکز شهرها را ندارند. او افزود طالبان همین حالا در کندهار جنگ را شروع کردند، اما هیچ سربازی ندارند و از دیگر ولایت ها نفر طلب کرده اند. نیروهای دفاعی و امنیتی تلفات زیادی به آنها وارد کرده است. اندرابی تاکید کرد که اگر طالبان صلح نکنند، نیروهای امنیتی و دفاعی نیز برای سرکوب آنها آمادگی کامل دارند. یادآوری میکنیم که نزدیک به یک ماه از آغاز دور دوم گفتگوهای صلح در قطر میگذرد، اما در این مدت دو طرف تنها یکی دوبار با هم نشست رسمی برقرار کرده اند که آنها هم بیشتر تشریفاتی بوده است. هیئت طالبان از چندی به این طرف سفرهایی را به ایران، روسیه و ترکمنستان آغاز کرده و از گفتگوهای صلح فاصله گرفته اند. این در حالی است که اشرف کابل می نویسد 3 سناتور به اتهام گرفتن رشوت به 10 سال زندان محکوم شدند. اشرف کابل دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری 3 عضو مجلس سرا را که چندی پیش به اتهام گرفتن رشوت از بلخ بازداشت شده بودند به 10 سال زندان محکوم به مجازات کرد. طبق اعلام دادستانی کل هر یک از متهمان به پرداخت 40,000 دلار جریمه نقدی به طور تضمین نیز محکوم شده اند. دادگاه ابتدایی لیاقت الله بابر، گرخیل، محمد انور و عظیم 3 عضو مجلس سنا به اتهام مطالبه 60,000 دلار آمریکایی رشوت
روز شنبه 18 دلوا در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری برگزار شد. این سه عضو مجلس سنا که هویت دو نفر آنها که سناتور انتصابی بودند از سوی رئیس جمهور غنی لغو شده است، در هفتم ماه جدی از سوی دادستانی کابل و نهادهای امنیتی بازداشت شدند. لیاقت الله بابکرخیل، محمد انور و عظیم در ترکیب هیئتی از سوی مجلس سنا به هدف بررسی ادارات در بلخ از جمله گمرک بندر حیرتان رفته بودند. اما طبق اعلام دادستانی کل، در هنگام گرفتن 40,000 دلار به عنوان رشوت از مجموع 60,000 دلار مطالبه شده بازداشت شدند. با این حال دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری حکم 10 سال مجازات و پرداخت 40,000 دلار را به عنوان جریمه برای این سه عضو متهم به فساد اداری مجلس سنا صادر کرده است. بر اساس قانون متهمان حق دارند که استیناف خواهی کنند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید. اوقات خوش داشته باشید. خداوند بزرگ حافظ و نگهدار شما باشد.